کاشون اینا رو کارنویس کرده بودن میدادن یه نفر دیگه بخونه، برای اینکه خود من خیلی خوب نمیخونم. ما یک مرده را به جای زنده نشانده و حاکم بر خود کرده ایم. فطرت حرکتمند است، زنده است فطرت انسان. حالان که تصاویر ذهنی تشکیل دهنده خود ایستاست و هر چیز ایستا مرده است. زندگی را میندیش، زندگی را باش. آیا این روشنه؟ درون زندان باورها تو فقط باورها را زیسته ای، نه زندگی را. تو همان باورهای محدود را، باورهای تشکیل دهنده زندان خود را زندگی فرض کرده ای. بر خیالی تو جهانی بین روان مولوی، یعنی همین. هنگامی که خودت را با عشق عریان کردی، وقتی تویی از تعلقات گشتی، آسمان یه مقدار این ادبیه، سانتیمانتاله. هنگامی که خودت را با عشق عریان کردی، وقتی تویی از تعلقات گشتی، آسمان سقف و زمین خانه توست. و فرق مشخصی نیست که تو صاحب زمین و آسمان یا آسمان زمین صاحب تو. یعنی انسان زمانی که از طریق عشق خودش رو از عوامل متعین کننده، از اینکه من چنین و چنانم، پاک کرد، معلوم نیست که متعلق به کیه یا کی متعلق به اوست. تعلق از بین میره به طور مطلق. آنچه را ما رشد و تعالی معنوی فرض میکنیم تورم باورهاست، تکثیر توهمات است، گسترش خود با باورها و توهمات بیشتر است. این یکی هم بگم تا بعد بخوردازیم به اون موضوعی که باید موضوع اصلی بحثون باشه. آنگاه که دل از تعلقات برگرفتی، آنگاه که دنیا را رها کردی، آنگاه که دنیا را رها کردی، دنیای واقعی و بیش از دنیای واقعی از آن توست. تعلق یک امر اعتباری است و نیز عامل جدایی و تعجل است. وقتی تعلق نیست، واقعیت زندگی از آن توست، ولی در حال حاضر اعتباریت از آن توست. ببینید، من الان فکر میکنم که یک خونه دارم. من لذتی که از داشتن این خونه میبرم یا از این تعلق میبرم یک امر اعتباریه، برای اینکه واقعیت خونه که مال من نیست، واقعیت خونه مال هیچ کس نیست، یه پدیده اونجا، یک شیه. تنها رابطه‌ای که من با این پدیده دارم یک رابطه تعلق اعتباریه. ولی اگر من با واقعیت‌ها رابطه برقرار کنم، آنچنانه که انگار همه چیز مال منه، در حال حاضر من فقط فکر میکنم که این خونه، اونم به صورت اعتباری مال منه. ولی اگر من دل از تعلقات برگیرم، جنگل، دریا، آسمان، زمین، همه چیز مال منه و مال من نیست، هست و نیست. به این معنا هست که هست یک پدیده ایه و به این معنا نیست که من تعلق به اونها ندارم، به هیچ چیز تعلق ندارم.
موضوعی که موضوع اصلی بحثمونه، تشخیص این مسئله است که اگر جامعه ای اسیر هویت فکری نباشه، یا فرد اگر فرد یا جامعه اسیر هویت فکری نباشه، این جامعه یا این فرد چه صفات، چه کیفیت‌ها، چه نیازها، چه خصوصیت‌ها و حالاتی داره که یک انسان هویت فکری اسیرش داره. به عبارت دیگه، فرق بین یک انسان اسیر هویت فکری و یک انسانی که اسیر هویت فکری نیست با فطرتش زندگی میکنه چیه؟ ببینید، مثلا آیا در یک جامعه‌ای که هویت فکری وجود نداره پدیده‌ای به نام دلرحمی هست یا نه؟ پدیده‌ای به نام سخاوتمندی هست یا نیست؟ اگر در یک جامعه انسان‌هایی مثل تیمور لنگ و چنگیز وجود نداشته باشند و انسان‌ها از همدیگر نترسند، آیا دلرحمی جایی داره؟ مصداق و موردی داره؟ موضوعی داره؟ نداره. اگر روابط انسان‌ها یک روابط گرگانه نباشه و ما و انسان‌ها به همدیگه چنگ نندازند و ثروت‌های جامعه را انباشته نکنند، آیا برای سخاوتمندی، دست دلبازی و جوانمردی جایی وجود خواهد داشت؟ وجود نداره، بدون تردید وجود نداره. و بسیاری از سنت‌ها، آیا مثلا در جامعه‌ای که هویت فکری حاکم نیست، پدیده به نام هویت فکری حاکم نیست، موسیقی جایی داره؟ شعر جایی داره؟ نقاشی جایی داره؟ تئاتر، سینما جایی داره؟ مثلا شعر، مولوی میگه من و خاندان من از شعر بیزاری، پیامبر اسلام هم شعر رو میانه‌ای با شعر نداشتن، حالا اگر رد هم نکردن میانه‌ای با شعر نداشتن. آیا در یک جامعه سالم پدیده‌ای به نام تربیت وجود داره؟ اصولا اخلاق وجود داره؟ ممکنه به نظر شما خیلی عجیب برسه که من میگم آیا در یک جامعه سالم اخلاق وجود داره؟ یک اصطلاحات و کلماتی در جامعه رواج داره، میگن مثلا علم اخلاق، فلسفه اخلاق، یا مسئله تربیت. در یک جامعه سالم پدیده به نام تربیت وجود نداره، برای اینکه نیازی به تربیت وجود نداره. انسانی که اسیر هویت فکری نیست، انسانی که با فطرتش زندگی میکنه، این فطرت خود به خود یک حرکتی داره، فطرت انسان، و هیچ ضرورتی نداره که جامعه این فطرت رو تربیت کنه. در حال حاضر اون چیزی که ما تربیت می‌نامیم انتقال هویت فکریه. یکی از زیرکی‌های جامعه اسیر هویت فکری اینه که برای انتقال این هویت از نسلی به نسل دیگر یک تاکتیک‌های اتخاذ می‌کنه. از جمله تاکتیک‌های مهمش اینه که پدیده‌ای رو به نام اخلاق و تربیت مطرح می‌کنه در جامعه. ببینید، یه توی کتابی نمیدونم، شاید این مثال رو زده، این تشبیه کردم که یه بچه آب میخوره و لیوان رو میزنه میشکنه. رابطه صحیح در این واقعه چگونه رابطه ای؟ من باید به این بچه چی بگم؟ من باید به این بچه بگم که بچه، لیوان برای شکستن نیست، لیوان برای آب خوردنه. اگر من
چه رابطه با این بچه داشته باشن چه نقصی داره، چه مانعی در این رابطه وجود داره؟ هیچی. من به بچه یاد دادم که لیوان برای شکستن نیست، برای آب خوردنه. ولی من انسانی که اسیر هویت فکری هستم، به جای این که به اون بچه بگم که این لیوان برای آب خوردنه، میگم که تو بچه بی تربیتی هستی، تو بچه دست پا چلفتی هستی، تو بچه بی نمیدونم بی کفایتی هستی، چرا لیوان رو شکستی؟ و در حالی که اگر من به بچه بگم که این لیوان برای شکستن نیست، برای آب خوردنه، من فقط به این بچه دانش آموختم. حالان که تحت عنوان تربیت میان هویت به این بچه القا میکنه، میگن تو بچه بی تربیتی هستی. یعنی اینکه ما اگر که فقط رابطه صحیح، رابطه دانش و علم با بچه برقرار کنیم، رابطه دو تا چهار تا برقرار کنیم، کافیه که به بچه بگیم لیوان برای شکستن نیست. وقتی این رو گفتیم، بچه ذهنش علممند میشه، ولی در حال حاضر اسیر هویت فکری میشه. یعنی از کودکی چون یاد گرفته که همه چیز رو با دید تعبیر نگاه کنه، با این دید نگاه کنه که بهش بگن که بهش گفتن که تو بچه بی تربیتی هستی یا با تربیت هستی، تو بچه بی ارزه یا با ارزه هستی، به محض اینکه عملی انجام میده دنبال چیزش برچسبش میگرده. یعنی اینکه بچه به جای اینکه یک ذهن علممند پیدا کنه، یک ذهن هویتمند پیدا میکنه. و این برای انسان فاجعه بسیار عظیمیه، بدبختی بزرگیه که به جای اینکه ذهنش پاک باشه و در جایی حرکت کنه، درگیر اندیشه بشه که ضرورت علمی ایجاب میکنه، مدام به این فکر میکنه که من با ادبم یا بی ادب، من حقیرم یا متشخص، من بی ارزم یا با ارزه. یعنی اینکه از طریق ملامت یک شلاقی به گرده ذهن خودش میکوبه از صبح تا شب، و کارش اینه که خودش رو زیر سوال ببره، هر کاری میکنه زیر سوال میبره. حالان که اگر که ما به بچه بگیم لیوان برای آب خوردنه، به او علم آموخته، در حالی که فکر میکنیم که اگر به بچه بگیم که تو چه بچه بی تربیتی هستی، او رو بچه دست با چرفتی هستی، او رو تربیت کرده، پدیده به نام اخلاق بوداده، حالا که چنین نیست. ما تحت عنوان تربیت در واقع شلاق ملامت در ذهن بچه کار بیذاریم. اون چیزی که من فکر میکنم به عنوان تربیت به بچه میدم، اون تربیت نیست. و اشکال اساسی مسئله در اینه که وقتی که من به بچه میگم که تو بچه بی ارزه هستی، این بچه ذهنش از نظر واقعیت، یعنی یک تأثیر دو بعده این الغای من روی ذهن بچه میذاره، در حالی که این الغای من که تو بچه بی تربیتی هستی تنها این اثر رو داره که در ذهن بچه به صورت یک دانش و دانستگی ثبت شده، عیناً همونطور که من به بچه بگم تو لیوان برای شکستن نیست، بچه فکر میکنه باید به همه چیز یک برچسب بچسبونه، در حالی که هر دو نوع دانستگیه. یعنی وقتی که من به بچه میگم تو بی تربیتی، چیزی بیشتر از یک دانش و دانستگی به بچه القا نکردم. وقتی هم به اون میگم دو به علاوه دو مساویس با چهار، یا وقتی به بچه میگم لیوان برای شکستن نیست، به اون باز هم یک دانستگی القا کردم. تفاوت این دو دانستگی اینه که اولی، یعنی اولی یعنی اینکه من به بچه میگم تو بچه بی ارزه‌ای هستی که لیوان رو شکستی، اینی که اندیشه پیدا میکنه که برای اون اندیشهش ما به ازا وجود نداره، یعنی که اسیر توهم شده این بچه. ولی وقتی که میگم
لیوان برای شکستن نیست، این برای اندیشهش ما به ازا وجود داره. و بدبختی انسان یکی از بزرگترین بدبختی های فکرش به چیزهای مشغوله که ما به ازا برای اونها وجود نداره، یعنی که یک فکر هوایی داره. من فکر میکنم از هفته گذشته یک مقداری سوالات مونده که فعلا پاسخ این سوالات بدیم. خب ببینیم حال پیدا میکنم یا نه. من خیلی احساس خستگی میکنم. یه مقدار سوال این دفعه آمده، یه مقدارم از دفعه گذشته باقی مونده. یه نفر میگه که اولین سوال در مورد اینه که میگه آیا امکانش وجود دارد که خودکشی را هم با هویت فکری بررسی و تعریف کنیم؟ و آیا علتی برای خودکشی هم وجود دارد یا بی اساس است؟ آیا ارتباطی بین خودکشی و هویت فکری وجود داره یا نه؟ یکمه؟ ببخش سر در سر وجود داره. انسانی که اسیر هویت فکریه، گرفتار هویت فکریه، از صبح تا شب کارش اینه که به این در اون در بزنه تا یه خوراکی فراهم کنه برای هویتش. وقتی که هیچ چیز نتونست فراهم کنه، یعنی به مرحله رسید که صفره از نظر شخصیت، معنیش اینه که هویتش هیچی گیرش نیومده. این در واقع هویتش انگار مرده، بنابراین خودش میگه خودم بکشدش. یعنی که اگر که من فرض کنید که شهرت نداشته باشم، ثروت نداشته باشم، فامیل نداشته باشم، هیچ کس منو نشناسه، برای چی زنده ام دیگه؟ احساس میکنم که برم بهتره تا بمونم. افکار شما به فردگرایی مفرد میانجامد، چون اگر برای جنگل اصالتی قائل نشویم، برای درخت هم نمیتوان اصالتی قائل شد. درخت را هم متشکل از برگ و ساقه و شاخه بدانیم و باز هم پیش برویم و هر یکیش رو نمیدونم چیه تا کوچکترین اجزا مثل سلول و اتم تجزیه نکنیم. هفته گذشته من گفتم که اصل بر انسان وجود فرده، جامعه یک امر اعتباریه و یک تشبیه کرده. درخت واقعیته ولی جنگل واقعیت نیست. نه؟ این حالا جواب اینو داده، این ارتباطی به حرف من نداره، یعنی نفی حرف من نیست. جناب استاد، آیا منظور شما از مطالب امروز به شرح زیل است؟ هویت فکری همان برچسب‌های جامعه است که در دوران کودکی به شکل الفاظ به ما القا می شود و واکنش‌های ما نسبت به هویت فکری نیز درخواست‌های جامعه است. بنابراین هم هویت فکری و هم واکنش نسبت به آن یکی است. هم هویت فکری و هم واکنش‌های نسبت به آن یکی. آیا انسان رها شده از هویت فکری رنج هم می‌کشد و یا رنج هم دارد و یا اینکه همواره شادمان است؟ به نظر شما آیا انسانی که هویت فکری نداره رنج میکشه؟ نه. مولوی شعری داره میگه که تیر اگر تو با زمین هموار شده باشی، اگر همسط زمین شده باشی، تیرها به کجا میخورن؟ تیر به طرف تو میندازن انسان‌هایی که خشم دارن، ولی تیرها به تو نمیخوره، برای اینکه تو همسط زمین، یعنی هویت نداره. همسط زمین بودن این هویت نداشته.
خورده آقای مصطفی فرمودن که جایگاه هنرمندان از لحاظ انسان رها شده و بدون هویت فکری اصولا چی؟ که اگه در پیش توضیح شده دیم دیگه آره خوندم جایگاه هنر و هنرمند از لحاظ انسانی که از هویت فکری رها شده چیه؟ والا من جرئت نمی کنم که جواب این سوال رو بدم برای اینکه خیلی درگیری پیدا می کنیم دعوا درست می کنیم بهتر جواب شنن اگر علاقه دارید شما به نقاشی خوب نقاشی بکشید اگر علاقه به شعر دارید شعر بگید می دونید خیلی سخته که ما مرز بین شوق و تکلیف اجتماعی رو تشخیص بدیم یعنی که اگر مثلا ببینید الان موسیقی مثلا جاز نمیدونم موسیقی پاپ رواج داره زمان ما موسیقی محلی رواج داشت خب من امروز میگم که علاقه واقعی دارم به موسیقی جاز اگر علاقه من واقعی به موسیقی جاز چرا من 50 سال پیش نداشتم پس من به چیز به ارزش های مد روز علاقه دارم نه به یعنی پاسخ استعدادهای فطری رو من نمیدم من پاسخ به ارزش های اجتماعی میدم در مورد مقایسه بین انسان هویت فکری و بدون هویت فکری می توانید به زمان در مورد مقایسه بین انسان هویت فکری و بدون هویت فکری می توانید به زمان و عادتمندی اشاره کنید به زمان و عادتمندی اشاره کنید به زمان و عادتمندی میگن که اگر که انسان اسیر هویت فکری نباشه با فطرتش زندگی کنه آیا این انسان در زمان زندگی میکنه؟ نه و چون در زمان زندگی نمیکنه این انسان اسیر عادت هم نخواهد بود یعنی اینکه عادتمندی حاصل زمانه انسانی که اسیر زمانه لاجرم اسیر عادته انسانی که لحظه به لحظه وارد زندگی میشه و از زندگی خارج میشه این عادت نداره با زندگی ارتباط عادتی نداره یعنی که جواب این که داری که کردن این که انسان اگر اسیر هویت فکری نباشه چون لحظه به لحظه زندگی میکنه نه در زمان اسیر عادت نمیشه عادت براش جایگاهی نداره شما فکر نمی کنید اگر انسان از اندیشیدن فاصله بگیرد سستی و کاهلی بر او عارض می شود نمیدونم این سوالی که چه سوالی کردم شما فکر نمی کنید اگر انسان از اندیشیدن فاصله بگیرد سستی و کاهلی بر او عارض شود بین اندیشیدن و سستی و کاهلی چه ارتباطی وجود داره جز اینکه من انسانی که از صبح تا شب انرژی هامو از طریق اندیشه های بیهوده تلف میکنم من چگونه میتونم فعال باشم انسانی که انسان هویت فکری بیشتر کاهله سسته هیچ بالا پایین میپره انسان هویت فکری فعال نیست با اصولا فعالیت هاش هم بیهوده است من مثلا فرض کنم که اگر به طرف سراب برم درسته که حرکت هایی کردم قدم هایی رو برداشتم ولی این فعال نبودم به معنای واقعی من میتونم در جا باشم و راه نرم ولی عمیق‌ترین فعالیت‌ها رو داشته باشم یعنی وجود خودم خلاق است وجود انسانی که از هویت فکری رهاست در خلاقیت
چند ماه است که فوت نموده و بنده غمی جانکاه وجودم را فرا گرفته است. آیا این غم و رنج میتواند ناشی از هویت فکری باشد یا خیر؟ بله، اگر پدر من فوت کرده بود شما باز همین رنج رو میکشیدید؟ چون که همین الان هزاران بچه داره میمیرن، چرا من باید فقط در بند مرگ پدر خودم باشم؟ رابطه آموزه های شما با اجماع، قراردادهای اجتماعی و دموکراسی چیست؟ آیا اینها را لازم میدانید یا خیر؟ رابطه آموزه های شما با اجماع و با اجماع و قراردادهای اجتماعی نه رو با هم همه هم میدونم، یعنی با هم چه رابطه بین اجماع، قراردادهای اجتماعی و دموکراسی وجود داره؟ یه خورده دموکراسی؟ این سوال خیلی قاطیه. یعنی چی؟ چه؟ من یه مثالی توی تفکر زائل ذکر کردم. اگر که من وارد یک ده بشم و ببینم اهالی اون ده چشمشون رو بستن و دارن راه میرن، حق دارم به این افراد بگم چشمتون رو باز کنید و راه برید یا نه؟ این آقا میگن که چون اونجا اجماع، یعنی اکثریت چشمشون رو بستن و دارن راه میرن، دموکراسی ایجاد میکنه که تو حرفی نزنی، بذارین این طور چشمشون رو ببندن و راه برن. این مخالف خرده. اگر ما بخوایم به اجماع اهمیت بدیم در مقابل خرد، این رسالت پیامبران رو نفی میکنیم. زمانی که پیامبر اسلام قیام کرد، یک تنه ایستاد علیه جهل، علیه میلیون ها انسان، یعنی علیه اجماع ایستاد، علیه مقررات اجتماعی ایستاد. آیا جمله هر چیز ایستا مرده است با ثابت بودن فطرت انسان تناقض ندارد؟ آیا جمله هر چیز ایستا مرده است با ثابت بودن فطرت انسان تناقض ندارد؟ یعنی چی؟ این سوال؟ یعنی باز کنها سوال کردید؟ کتابای منو با دقت بیشتر بکن. یعنی چی؟ ببین، منظور از ایستا از اینه، اصلا چرا من اینو به کار میبرم؟ من 20 ساله که توی ذهنم دارم میاندیشم که چون پدرم مثلا فروشنده دورگرد بوده، چون من فامیل سرشناسی نیستم، آدم حقیقی هستم. این یعنی ایستایی، یعنی مردگی. من با شخصیتی زندگی میکنم که 20 ساله تکرارش میکنم. من حقیرم، من بیارزم، من موفق نیستم و غیره و غیره. این چه ارتباطی با فطرت بچه داره؟ فطرت بچه لحظه به لحظه شکوفا میشه.
آیا شما سر تکون میدید پاشید بیاد اینجا توضیح بیشتر بدید. یعنی قبول ندارید اینو؟ باید بحث کنیم استاد. ها؟ باید بحث کنیم. من تو جواب سوال قبلی من نگرفتم. جواب سوال قبلیش هم نگرفتم. سوال قبلیش این بوده که رابطه مطالبی که شما میگید با دموکراسی و اجماع چیه؟ من به نظر اینه که دیگه جوابو نگرفتم. به نظر من اگر 1400 سال پیش جامعه جاهلیت به پیامبر اسلام میگفت که ما دموکراتیم برای اینکه اکثریت میخواییم بت بپرستیم، شما قبول میکردی حرف اونا رو؟ یعنی نه، ولی پیامبر من خودش یه سری قوانین جدیدی رو آورد و مردم پذیرفتن. شما اینا قبول دارید یا نه؟ چیو؟ ببینید پیامبر من یه سری قوانین جدیدی رو آورد، گفت بت نپرستید ولی نماز بخونید به این شکلی که من میگم. احسن. و مردم هم پذیرفتن. پذیرفتن. آیا شما اینا قبول دارید یا نه؟ اوه، پس شما الان دارید به نظرم حرفی میزنید که انگار چیزهایی که من میگم خلاف اسلامه. نه؟ نه من میگم شما من دارم حرفای اسلام رو میزنم. جمعگرایی هم قبول داری؟ منظور اینه چی؟ متوجه سوال شما نشد. سوال من فکر کنم باید به طور خودم باشم. نه قبول نشد. شما میگویید کلمات ترس، رنج، خجالت واقعیت ندارد، ولی اینها در وجود ما وجود دارد. یعنی مواقعی پیش می آید که انسان مثلا مضطرب است. آیا این واقعیت نداره یا حاصل توهم ماست؟ اضطراب و ترس واقعیت داره ولی منشأش واقعیت نداره، علتش واقعیت نداره. ببینید اگر که من اسیر هویت فکری نباشم و در بند این نباشم که مثلا مادرم کلفت شما بوده، نمی ترسم. ولی الان که اسیر تعبیرم، اسیر هویت فکری هستم، می ترسم شما کشف کنید که من مادرم کلفت بوده، بنابراین می ترسم. حالا آیا کلفت بودن فی نفسه علت ترسه؟ میشه گفت که یک ترس چیز موجه معقوله؟ یعنی عامل ترس من معقوله؟ خود ترس اون حالتی که من دارم اون هست، واقعیته، ولی اون پدیده‌ای که در پشتش نهفته است اون واقعیت نداره. آیا انسان میتواند لحظه‌ای در قالب باشد و لحظه‌ای جدای از هویت فکری باشد؟ کسی که این کتاب این سوال نوشته اینش بازم شما نوشتید؟ آها. این کسی که این سوال رو کرده مطلقاً کتاب های رو نخونده. اگر خونده بلند شو بگه خونده. تو سوال کردی اینو؟ شما اینو سوال کردی؟ کتاب های رو نخوندی؟ چطور شما کتاب های رو نخوندی تو این سوال رو میکنید؟ یعنی این که شما یک لحظه بی خودی، بی منی، بدون هویتی رو تجربه می کنید و لحظه بعد دوباره برگشته؟ بله. من اینو تجربه نمی کنم. هویت فکری خیلی آدم رو فریب می ده ها، حواستون جمع باشه. یعنی گاه اتفاق می افته که اون چیزی که شما اسمشو بی خودی و بی فکری می زارید یک نوع خودفریبیه. آیا می شود بدون فکر با مردم در ارتباط بود؟ آیا می شود بدون فکر با مردم در ارتباط بود؟ نه. چی گفتی می شود در ارتباط بود؟ بازم شما نخوندید کتابای منو. من یعنی دقیقا می خواستم این پاسخ، این پاسخ این سوال اینو می خواستم که کسی که این سوال نوشته نخونده کتابای منو. شما مگر من گفتم که من با قصاب و نونوا باید ارتباط داشته باشم، باید فکر کنم که پول بهش بدم ازش نون بگیرم؟ من کجا یه همچین فکری رو نصب کردم؟ نه، من فکر روانیه. یعنی فکر هویتی. اون اصلا زائده. یعنی این که وقتی که من فکر هویتی دارم در ارتباط به معنای واقعی با انسان نیستم.
اصلا در اون شرایط من رابطه ای ندارم. اجازه بدید با شما هم یه دفعه بحث جداگانه داشته باشم. با توجه به مسئله هویت فکری، با توجه به مسئله هویت فکری، آیا نمیتوان به این نتیجه رسید که بیشتر علوم، علوم زائد و بی نتیجه هستند، مثل علم روانشناسی، سینما و تبلیغات؟ من به نظرم کسی که این سوال رو نوشته، کتابای منو خونده و نوشته. کتابای من دقیقا این سوال این موضوع نوشته. من نوشتم توی یکی از کتابا که این در جوامع امروزی میتونم بگم 90% از علوم شبه علمن. سینما چه علمیه؟ تئاتر چه علمیه؟ روانشناسی چه علمیه؟ روانشناسی که اصلا هیچ. لب رو من نوشتم ولی این جواب این سوال من تو کتاب های شما در نیاوردم. هنوز همه رو نخوندم، میخوام بخونم. باش، اشکال نداره. انسانی که خود را از هویت فکری رها کرده چگونه میتواند در میان کسانی که دچار هویت فکری به سر میبرند، بالاخص افراد خانواده خود، چگونه باشد؟ کسی که رها شده چجوری میتونه بین خانواده‌ای که در واقع رها نشده زندگی کنه یا مردم اجتماع؟ البته یک مقداری دردسر ایجاد میکنه، ولی دردسرها اصولی نیست، دردسرها واقعی نیستن. افراد اسیر هویت فکری شما در کتاب رابطه، شما در کتاب رابطه از حسادت فطری سخن گفته اید. از حسادت فکری سخن گفته اید. مثال طفلی که شاهد رسیدگی مادر به فرزند تازه تولد یافته است. آیا طفل شاهد دچار حسادت فکری است یا خیر؟ طفلی که داره توجه مادر خودش رو به بچه دیگه میبینه، آیا این حسادت فطریه یا باید کنگه؟ من اینو به نظرم توی یکی از کتابان توضیح دادم که خیلی از بسیاری از خصوصیت های ما انسان ها، مثلا حسادت، در کودکی فطره، ولی وقتی بزرگ میشیم دیگه اگر باقی بمونه فطری نیست. یعنی مثلا حسادت. خیلی من ببینید به نه من معذرت میخوام، اینجا از بستگانم امروز یه قرصی به من داشت خوردم، این قرصه نمیدارم چه تأثیر داشت، فشار من انداخته پایین، یه وضعیت هاش خاصی دارم پیدا میکنم، دارم که خودی داره دیش میره. استاد اگر نیاز مبرم به ماساژ دارید بنده در خدمت شما هستم. ماساژ یا اگه من ماساژ بدم. خب دوستان درده این سرشم تا تو بگو میانه آبا بر بچه حقیر نه، حالا من کلیتر جواب میدم. ببینید
من جواب این موضوعات رو کلی‌تر میدم. اگر که پاسخ بی‌تناسب با چالش باشه، اون نشانه بیماریه، نشانه هویت فکریه به قول ما. اگر بچه در سن 2 سالگی احساس میکنه که مادرش ممکنه ترکش کنه، بنابراین احساس اضطراب میکنه. در سن 3 سالگی احساس میکنه ممکنه مادرش دوستش نداشته باشه، احساس اضطراب میکنه. ولی من آدم 70 ساله اگر احساس کنم مادرم دوستم نداره و احساس اضطراب کنم، یک بیمارم. یعنی که در هر سنی یک اختزایی وجود داره، هر سنی یک چیزی رو اختزا میکنه، یک وضعیت خاصی رو اختزا میکنه. رنج فطری هم آیا داریم یا نه؟ رنج فطری نمیشه گفت فطری. مثلا این رنج فطریه که یعنی نوع خاصیه که در حال حاضر رنج های ما این رنجه که چرا بچه من ماشین نداره، چرا فامیل من محترم نیست، فامیل شما محترمه. یه رنج هم سوال میکنید اینه که وقتی که من میبینم بچه آفریقایی یه شکمش از گرسنگی چسبیده به استخوان‌هاش، آیا رنج نمیکشم؟ اون رنج خاصیه، رنج اون شفقت. من اسم اونو میذارم شفقت، عشق. رنج نمیذارم. آقای مصطفی، در مورد سوال ایشون، من فکر میکنم اون احساس ترسی که بچه دوم به فرض نسبت به توجه مادرش به بچه اول نسبت به بچه دوم با توجه به احساس مادرش داره، یه جور احساس ناامنیه. درسته؟ ناامنیه. یعنی ترس از ناامن بودن. بله. ترس از ایمنی. بله. مثل اینکه توی به نظرم انسان زندگی و مسائل این خاطره رو نوشته، این تجربه رو. ما موقعی که این پسرم روز به 4 ساله بود هندوستان بودیم. هندوستان یه جای ناامنی هم بود. یعنی اینکه از مثلا بچه دونه دوزا و این چیزا این بچه میترسید، یه وضعیت خاصی بود. این بچه احساس ناامنی میکرد. یه دفعه من و مادرش مثلا این احساس کرد که با هم دیگه خیلی انتیم نیستیم، مثل اینکه مثلا خلقمون گرفته است. بعد این گفت من غذا نمیخورم. گفتیم که چرا؟ گفت برای اینکه شما با حالت گریه، گفت برای اینکه شما با هم قهرید، حرف نمیزنید. ولی الان به مرز اینکه من مادرش دعوامون میشه، میگه برید مرده طلاق بگیرید، چرا که جرا نمیشه تشویقمون میکنه که جرا بگیرید. این هم بچه 4 ساله هست، چرا الان خر نمی کنه، چیز نمی کنه، گریه نمی کنه که چرا میخواد اصلا جرا بگیرید، میگه برید جرا بگیرید. میگم همه این صحبت‌ها برای اینه که دعوای پیش نیاد. بله. ولی وقتی پیش اومد کارش نمیشه کرد دیگه. شما میفرمایید حرکات ذهن را زیر نظر بگیرید. شما میگویید حرکات ذهن را زیر نظر بگیرید. پدیده‌ای که حرکات ذهن را زیر نظر میگیرد چه پدیده‌ای است؟ اگر خود ذهن است که حتما خود ذهن است، چون من غیر از این پدیده را نمیشناسم، آیا زیر نظر گرفتن حرکات ذهن با ذهن حکم خون به خون شستن را ندارد؟ سوال خوبیه، سوال اساسیه. این نه، حکم خون به خون شستن رو نداره. نگاه کردن حکم خون به خون شستن رو نداره، تغییر کردنه که حکم خون به خون شستن رو داره. ببینید، من یه فکرم میگه که تو چون پدرت سپور بوده، فروشنده دورگرد بوده، آدم بی شخصیت حقیری هستی. چون دایی مثلا دوست بوده، آدم حقیری هستی. بعد میگم که خب من این حقارت رو چجوری از بین ببرم؟ این یعنی خون به خون شسته. من یه صفت هوایی به خودم نسبت دادم
حالا با یک یا یه ترحم به خودم نسبت دادم، حالا بخوام با ترحم دیگری اینو از بین ببرم، یعنی خون به خون شدن. ولی اگر من هر چیز رو از جمله شغل پدرم رو آنگونه که هست نگاه کنم، پدیده به نام حقارت باقی نمونه.